درود دوستان عزیزم به کانال خودتون خوش آمدید لطفا با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید سپاس این روزها در پی ناامیدی باند با اکبر با هدایت پشت پرده فائزه هاشمی از مسیح علی نجات در حال پروبال دادن به نرگس محمدی هستند. در همین راستا عواملی همچون مجید توکلی و اصلاح طلبان و عوامل برون مرزی همچون تقیی رحمانی و ملی مذهبی ها رو بسیج کردند تا از نرگس محمدی یک چهره بینون مللی بسازن. در این جنگ بلوک قدرت هر دو جریان در حال رسوا نمودن یکدیگرند و بعد از افشاگری باند مسیح به واسطه ی حسین رونقی در رابطه با حمایت نرگس محمدی از لغو تحریم های رژیم ایران طرف مقابل نیز حمایت حسین رونقی از لغو تحریم ها را افشا کرد و این در حالیه که زنجیره زمین سازی برای لغو تحریم ها اینگونه است. فردی زندان رفته در جمهوری اسلامی و از فاصله دور به عنوان فعال حقوق بشر برگزیده از صدمات تحریم برای طبقه متوسط و دموکراسی میگه و رسانه آمریکایی حامی دستگاه اجرایی حاکم اون رو نشر میده. بنگاه لابیگری حکومتی نایاک اون رو ممتاز میدونه. اندیشکده وابسته به لابیگران لغو تحریم ها رو در راستای منافع آمریکا میدونن و چند نماینده کنگره یا سنا به تحلیل آن اندیشکده استناد می‌کنن و رسانه های دیگه اون رو بازتاب میدن وزارت خارجه در کمیته های کنگره و سنا از برداشتن تحریم ها دفاع میکنه دولت آمریکا اون رو به اجرا در میاره تصور کنید الکسی ناوالانی با واشنگتن پست مصاحبه کنه و بگه تحریم های جامعه جهانی پوتین و اطرافیانش رو قویتر کرده و چون با شناخت کافی از جامعه مدنی روسیه اعمال نشده باعث ضعیف شدن مردم روسیه و ضربه زدن به دموکراسی شده آیا دنیا بر پدرش نمیخنده و اما نتیجه چهار دهه شعارها و رویاهای کودکانه زندگی مردم رو به برجام گره نمیزنیم فقط کاری میکنیم که گوجه بشه دونه چار هزار تومن گوشت دیویست هزار تومن برنج صد هزار تومن پراید دیویست میلیون تومن واقعیت اینه زندگی مردم رو به برجام گره نزدین مردم رو از زندگی ساقط کردین که در آغاز سفر ما یک برگهای ای رو گفتن پخش کردن که آقا خرج سفر اینها ما که نمیدونیم چون ما با مترو اومدیم کرج و افتارم که مهمون با آقای امام جمعه و آقای استاندار مهمون خوابگاه دانشوی دانشگاه خارزمی بودیم و سر سفره دانشجو نشسته بودیم هزینه کجا میره نشه به نام ما و به کام دیگر یک نکته مهم در مورد نمودار تورم ایران در قرن گذشته جان کینز اقتصاددان میگه اگر میخواهید ملتی رو نابود کنید کم هزینهترین ترین و پنهانترین ابزار تورمه یک تورم بلند مدت ایجاد کنید زیرا آرام آرام تمام بنیانهای اخلاقی و اقتصادی آن ملت نابود میشه در همین رابطه زاکانی شهردار تهران به خاطر این قانون شکنی ها سامانه شفافیت شهرداری رو به روز نمیکنه. اول پخش 20 میلیارد تومان برای معرفی چهره های مؤثر انقلاب کمک 3 میلیارد تومانی به هیئت رزمندگان اسلام کمک یک میلیارد تومانی به سازمان مساجد خراسان کاهش 7 میلیارد تومانی بودجه حمایت از توانیابان بازم بگم و اینکه شما اسمش رو بذارید تقسیم قنایم بین خودشون سال ش به مردم واگذار شده و از طریق شورای اسلامی کارکنان و شهرداری اما در بحث تحویل اسناد به ملت یک مقداری تأخیر کردند یک مقداری به هر حال سهلنکاری انجام شده از هر دو طرف لذا یک مدتی گفتن شما داخل محدوده نیستین مدتی باز گفتن خانه ها را تفکیک کردین لذا مشکل بود بعدم که به حال بازی راضی شدن که داخل منطقه باشه و تفکیک قبول کردن باز به قیمت روز آمدن محاسبه کردن که سخت بود پرداختش برای مردم امسال سال به جهنم رفتن آخوند هاست اگر فقط ما مردم بخوایم خیابان ها همیشه آمادن هر وقت از زندگی در نظام آخوندی خسته شدیم و آماده بشیم که زندگی خودمون رو تغییر بدیم البته با حضور در کف خیابان به عبارتی دیدن مردم امنیت اقامت ندارن یعنی خانه بیت محل آسایش است محل آرامش است یعنی همه متزلزل به هم ریخته از زن خانه مادر خانه بچه خانه علم الشیطان جانور خونخوار و حاکم اشغالگر خراسان خطاب به مسئولان رژیم اسلامی گفته چرا در تصویب طرح سیانت یا همون خیانت فضای مجازی تعلل می کنید. این آخوند شرور و جنایتکار با رهب دادن کشته شدن چند آخوند در مشهد به فضای مجازی گفته دروازه های کشور بازه و حساب و کتاب نداره و دشمن آدم حرم همان دشمن ناپاک، ستمگر و بیرحم فضای مجازیه. این آخوند کثیف افزوده ما امروز متاسفانه به تعداد تمام گوشی های هوشمند در کشور رسانه آزاد داریم که از هیچ جا هم مجوز نمیخواد و هیچ کس هم جلودار اونها نیست. یه روز میگن طرح سیانت من میگن در سیانت قبول نیست تر تنظیم کرایی، تنظیم گرایی هم زیر سوال آخه چرا اینقدر معطلی منتظر چی هستید تا کجا میخواد دشمن برسه میخواد دشمن دیگه چیکار کنه تا شما به فکر بیفتید این فضای مجازی رو اصلاح کنید و این جریان ولنگار رسانه ای رو جلوش بگیرید و این مجلس دولت باید بیان با همه قدرت مسئولین واشتن بابا خطره دشمن آمده تا بیخ گوش ما نه دشمن آمده تا حلق ما همه چیز ما رو گرفته و همه چیز داره میگیره ای شما امروز رو فردا میکنید تره سیانت آر رعی آورد تره سیانت رعی تنظیمگرایی بیاد تنظیمگرایی نیاد چرا اینقدر معطلی معلی چی هستید شما جوابی بر خدا دارید شما روتون میشه امام زمان رو صدا بزنید با این سهل انگاری که در کار جلوگیری از این فضای مجازی و از این رسانه بندوبار دارید این همه انگاری به نظر شما دشمن مورد اشاره علم الهدا کیست؟ در نامه فوق امیر کبیر پسر ناصر دین شاه را به جرم رشوه از حکومت قوم ازل کرد و به شاه می نویسه فرستادم رو به تهران بیارن تا علا حضرت بدونه که اداره امور مملکت با توصیه امه و خاله نمیشه. اما چه تعداد امیر کبیر رو تا کنون آخوندها کشتن؟ چه تعداد امیرکبیر رو آخوندها زندانی کردند. چه تعداد امیرکبیر رو آخوندها وادار به ترک وطن کردن؟ چه تعداد امیرکبیر رو آخوندها منذبی کردن؟ به نظر شما دشمن مورد اشاره سید اولاد فاطمه زهرا سید احمد علم الهدا کیست برای مسدود سازی فضای مجازی؟ و اما... درخواست برادرزاده صد احمد علم الهدا پسر عموی جمیل علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی از عبدالملکی وزیر دولت سید محرومان برای ارتقای جایگاه سازمانی یک کارمند این قیافه نشون میده که تو ایران با عقل ناقص هم میشه رئیس جمهور شد در حالی که ویل اسمیت به خاطر واکنش خشن احساسی و شتاب زده خود از همه دقایقی بعد عذرخواهی کرد و چنان پشیمان بود که گریست و پس از آن استعفا اما جرم رو مرتکب شده بود او را ده سال از شرکت در مراسم اسکار محروم کردند حالا مقایسه کنیم با نماینده سیلیزن به سرباز راهوری که قانون رو اجرا کرده بود و حتی فرماندهان سرباز راهبر از نماینده سیلیزن حمایت کردند یا مداح هفتیرکش به روی مردم پس از تصادف خود رو. یا قاری قرآن متجاوز به 19 کودک قرآن آموز با وجود اقرار سریح به تجاوز یا پاسداران جانی و آدمکش که پس از شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی 176 انسان بیگناه را کشتند و سه روز دروغ گفتند و غیره همین موارد کفایت نمیکنه برای اینکه اسلام ناب ناب محمدی سیدهای اولاد فاطمه زهرا رو با غیر مسلمان ها مقایسه و قضاوت کنیم وقتی میگن آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه یعنی همین حکومت غیر مشروع و غیر قانونی پشمالوها عرصه رو به مردم افغانستان تنگ میکنه اونها هم مجبور به مهاجرت غیرقانونی میشن اون وقت این پشمالوها طلبکار هم میشن خب اگه راست میگی با مردمت مثل انسان رفتار کن تا مجبور به مهاجرت نشن ایران ایران خلف خلف لذلك كانت الأدلة موجودة لكن إيران لا تعترف بهذا الموضوع طيب. أنا حاولت باعتبار أنا أمين عام حزب إسلامي أيضا وهم يقولون أن مشروعنا مشروع إسلامي عالمي وعندهم علاقات مع حماس آه وأنت تعلم أن حماس أيضا مرجعية للأخوان المسلمين إلى آخره. إفشاگري معاون سابق الرئيس جمهور عراق وميگه قاسم سليماني بمن گفت كإيران بالقاعدة رابطة داره المهم ذهبت الى قاسم سليماني وجاء هو الى مكتب رئيس نائب رئيس الجمهوريه في وقته وتكلمت في هذا الكلام انه لدي قاطعه على تدخل ايران في الشان الداخلي العراقي وانها هي تخلق الفوضى وانها تدعم المقاومه ضد الامريكان كما تدعم القاعده وتدعم كذا كذا الى اخره. في البدايه الرجل نكر عندما نكر قلت هذا اذا الى اليوم تنتهي هذه الزياره وانا مغادر الان. وجهت الموظفين ان 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 يخبروا طائر الطائره كان موجود على في 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 المطار أن اعود وفعلا قمت انا وذهبت يعني وصلت الى الباب وتبعني قاسم سليماني وترجاني ان اعود للجلوس قلت لا لا اجلس حتى تضمن لي اجابه حقيقيه لان تصدقني القول في هذه الاسئله قال اسال هل لديكم علاقه مع القاعده؟ قال نعم هل انتم تجه هل انتم تساعدون المقاومه للعمل ضد الامريكان؟ قال نعم. هل انتم تهيئون الان تخلقون ميليشيات شيعيه على 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 غرار الحرس الثوري يعني. الايراني الحرس الحرس الثوري الايراني الحرس وفيلق القدس والى اخره؟ قال نعم واليوم الدعم لجيش المهدي وياتي من قبل ايران. طيب هل هناك خلاف على مصر؟ قال لا لماذا؟ قال نحن نتخوف من وجود الامريكان. انت تتخوف من وجود الامريكان تقتل الشيعه وتقتل السنه وتخلق كل هذه الفوضى؟ قال هذا هو الواقع الحال. لهذا ال... هذا واقع الحال بالنسبه لنا انا كنائب رئيس جمهوريه العراق ارفض هذا الموضوع جمله وتفصيلا. واليوم انا جاي اتكلم باسم الشيعه كما جاي اتكلم باسم السنه. اعيد النظر بموقفكم والا سيكون موقفنا موقف معاجلكم لكم موقف مناقض لكل هذه السياسات قال على أي حال نحن على استعداد أن نجلس وأن نبحث في هذه المسائل لكن أنا كما قلت لك نعم ایران تتدخل هفته نخوردنی حلال که روزه رو باطل نمیکنه بیتون مال، دارایی بانک مال مردم، مال من، شما، صغیر، فقیر، یتیم، زمین خاری. سه هزار میلیارد، 25 هزار میلیارد 60 هزار میلیارد 100 هزار میلیارد چهار یا 5 نفت کش پر از سوخت دکل حفاری نفت اموال هزاران میلیاردی تامین اجتماعی هفته فتوای این آیت الله که در تصویر میبینید لازم به ذکر خوردن آب و نان و حتی کشیدن یک سیگار موجب ابطال روزه میشه و پیگرد شدید قانونی رو به دنبال داره و این در حالیه برای اینکه مردم در خط نگه داشته بشن اونها باید گرسنه، نیازمند، بی سواد و خرافی نگه داشته بشن اگر فرزند بقال با سواد بشه او نه تنها به سخنرانی آخوند انتقاد خواهد کرد بلکه واجه های بدی ای رو نیز به کار میبره که آخوندها نمیتونن اون رو بفهمند. فکر کنید چه اتفاقی میافته اگر کودک علوف فروش با هوش و توانا باشه و کودک آخوند پسر یک حاجی تنبل و احمق باشه صادق هدایت میگه علت اینکه که بچه ها رو به قالی بافی میگمارن اینه که انگشتانشون نازکه و بهتر میتونن کارهای دقیق و ظریف بکنن و یا به واسطه طمع مزد اونهاست که پدر و مادر مهربان بچه خودشون رو ماشین نانآور فرض میکنن و از سن پنج سالگی او رو به قالی بافی میذارن و به سن دوازده سالگی که رسید دیگه چیزی از او باقی نمیمونه و مستعد هر گونه ناخوشی میشه جالبه که بدونیم هر کدام از این قالی های قشنگی که میبینیم نتیجه چقدر وقت و کار چشم این بچه های پنج سال است چقدر اراده ها که خفه شده چشم ها که نابینا گشته و سینه ها که مستعد سل گردیده بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش